بینندگان گرامی، اجازه بدید که از استودیوی بازگشت میدیا از تهران بزرگ با هوای گرم و آفتابی به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هم میهنانم در اون سوی دریاها. من جلیل مرتضوی هستم. امروز جمعه سوم تیر 1401 خورشیدی و برابر است با 24 جون 2022 میلادی. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما را میبینید و یا صدای ما را میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه و با خیال راحت این برنامه را دنبال میکنید. دوستان گرامی، در دو هفته خورده‌ای که من در تهران هستم، خلاصی ما خیلی اینجا حال میکنیم. حقیقت چه بخوایی، چند تا اتفاق جالب افتاده که من میخوام برای شما بگم که باید بیایید شما خودتون در ایران اینا رو ببینید. میدونید که یکی از دوستای خوبی برنامه، از اسپانسرهای قدیمی ما، بیژن صدر با خانواده محترمشون، ایشون یه 10 روز قبل از من اومده و چند روز دیگه هم برمیگرده، در تکساس زندگی میکنه. ما که اونجا نمیتونستیم همدیگه رو ببینیم چون راهمون دوره دیگه، من در بوستون، ایشون در تکساس. خلاصه بعد قبل از اینکه بیاد با هم هماهنگ کردیم که همدیگه رو اینجا ببینیم. من از بیژن خواهش کردم که بیاد با هم یه شامی بخوریم با خانواده، بعد تشریف آوردن خونه ما. داشتیم صحبت میکردیم، بیژن میگفتش که آقا این چیزهایی که واقعا در ایران من دیدم، چون خیلی جاها رفته، مسافرت کرده، از آذربایجان گرفته، شمال گرفته و جاهای دیگه، میگم اصلا پیشرفت هایی که در این کشور، یعنی در ایران دیده، گفت من در هیچ جای دنیا ندیدم. بین اصلا یک کشور 40 سال زیر تحریمه و این ایران سیتیزام در خارج هم میگه ما بدبختیم، گرفتاریم. خلاصه ایران رو طوری برای ما بسته‌بندی میکنن که اینجا همه بدبخت و گرفتار. حالا جالبه دوستان، امروز صبح بیژن رفته بود تو پارک نزدیک خونش تهران، داشت ورزش میکرده، بعد یه دفعه دیده خانم ها بی حجاب اینجا دارن ورزش میکنن یا دو میدانی میکنن. حالا اینو براتون من نشون میدم، لطفا اینو نگاه کنید، این خیلی جالبه. حالا بهتون میگم چرا اینو به شما نشون میدم، که این رسانه های ایران ستیز صبح تا شب میگن آقا شما یه ذره موتون بیرون باشه اینجا میگیرن، زندانی میکنن، کتک میزنن زنها را، یا اون معصومه علی نشان قومی که اصلا یه آدم معلوم الحاله. کتابشو بخونید خودتون دیگه متوجه میشین، ببین چه کسانی پشت کتابیشون هستن و چه کسانی باعث ناشر یا تبلیغات این کتاب. در صورتی که اگر یه ایران دوست یه کتاب مهمی هم مینوشت، امکان نداره کسی چاپ کنه. I know، برای اینکه من این کاری کردم و هیچ ناشری حاضر نبود. حالا تازه کتاب من کتاب سیاسی هم نبود. خلاصه اینا رو که آدم میبینه واقعا قصه‌دار میشه. فقط میخوام به شما ایران دوستان بگم که حتما اگر میتونید تعطیلات یا وکیشن دیگه هر زمانی هست، بیایید و اینا رو خودتون از نزدیک ببینید، چون تا شما نیایید نبینید نمیتونید واقعا حدس بزنید که چی به چیه. ببینید، یکی اگر روی برنامه چیزی بلند شه، یه سری جریاناتی باشه که هدفشون به قول معروف به هم زدن جامعه یا بر علیه نظام که شمشیر میکشن، 100% جلوگیری میکنن. کدوم کشور به من بگو که یکی میاد تو واشنگتن آیا میتونه بدون اجازه یه کاری انجام بده؟ ابدا. برای اینکه من میدونم، من اونجا بودم، من تمام عمرم تو امریکا بودم، البته بیشتر این عمرم 46 سال به اندازه کافیه که برای شنو، من تازه تو در میان امریکایی‌ها زندگی کردم. حالا یه دوستی، این خیلی جالبه دوستان، منم برای اولین بار، البته من شنیده بودم ولی اینجوری دیگه، یه دوستی اومده بود ایران، همین ایران دوستان با من تماس گرفت، گفت فلانی من یه دکتر متخصص میخوام برام پیدا کنی.
ما هم دسترسی به این دکترهای خوب و عزیز ایرانی داریم، شناختایی داریم، از دوست آشنا میپرسیم. خلاصه من اینو فرستادم پیش این متخصص، زنگ زدم به آقای دکتر که خواهش میکنم چون ایشون وقتش کمه باید برگرده امریکا، اینو در میان همین لابلای مریضاتون ببینی. گفت اشکال نداره بفرست بیا اینا. خلاصه این دوستمون میره اونجا و یه 3-4 ساعت میشینه و بالاخره اینو لابلای مریضا میبینه و خدا رو شکر مسئلهش حل شد. و چیزی که برای من زنگ زد گفت این مهمه دوستان، خیلی دقت کنید، گفت آقای مرتضوی شما میدونید مطب این دکتر پر از خارجی بود. گفتم منظورت چیه؟ گفت همه خیلی 80% مریضا از کشورهای دوروبر ایران اومده بودن برای معالجه. نشون میده که ایران کارش درسته. از 100% من اینو شنیده بودم ولی به این ابعاد ندیده بودم. دوستان ما بهترین دکترها رو همینجا داریم، بهترین متخصصا، کارشناسا. اگر نیازی دارین در این مورد حتما مراجعه کنید به ایران، چون من میدونم خیلی ها در کشورهای خارجی برای معالجه خودشون آسیب دیدن، وحشتناک آسیب دیدن. اگر تو ایران تشریف میارید، مشکلی هم دارین در اون زمینه، حتما برید پیش متخصصا. اینجا دبل چک کنید خودتون. اگر خودتون هم نمیتونید دکتر متخصص گیر بیارین در هر زمینه نیازی، با من تماس بگیرید. خوشحال میشم که شما را با پزشکان خوب عزیز اینجا رابطه رو برقرار کنیم که برید چکاپ کنید، معالجه کنید یا هر چیزی که نیاز دارید. ولی یکی از کشورهای دور برمیان، دلیلش اینه که کشورهای خودشون دکترهای متخصص ندارن که در سطح ایران باشه. حالا یه دی در خارج نشستن، آقا ایران هیچی نداره، بدبخته، آدم ها صبح تا شب اونجا گرسنن، نمیدونم کارتون خوابن. آقا از این کارتون خواب به شما بگم، اینم خیلی خنده داره. خانم من رفته بود خرید همین پریروز. نزدیک ما دو تا درمانگاه وجود داره. گفت از پیاده‌رویی که داشتم رد می‌شدم، یه دفعه چشمم خورد به یه زن شوهر با یه بچه. خانم با بچه مثلا 3-4-5 ساله دراز کشیده بود تو پیاده رو، مثل حالت استراحت خواب بود. بعد آقا هم نشسته بود بغلش. گفت من خیلی ناراحت شدم، زود رفتم جلو، سلام علیک کردم، گفتم که ببخشید مشکل چیه، این بچه چی نیاز داره، شما چی نیاز دارید به من بگید تا من تهیه کنم. بعد آقای خیلی تشکر کرد، ممنون، که گفت نه ما تازه از کرمانشاه اومدیم، منتظریم چون وقت ما ساعت 9، 1 ساعت مونده به وقت ما که پزشک بیاد، به همین خاطر چون خسته بودیم همینجا خانم هم دراز کشیده با بچه، ما هم نشستیم که وقت ما بشه بعد بریم داخل درمانگاه. این تنها کارتون خوابی که ما دیدیم که نبوده. ببین اینا رو که وقتی یکی میبینه مثلا میگه آقا این بدبخت ها اینجا خوابیده، در صورتی که خانم من اگر نرفته بود جلو با اینا صحبت نکرده بود، اینم اولین فکری که رسیده بود ای این طفلک، اینم به خاطر بچه، چون ما روی بچه خیلی حساسیم. خودتون میدونید که ما چند تا بچه را در ایران معالجه کردیم یا مشغول معالجه و آخرینش هم دیدیم ختنه هم کردیم، یعنی در این حد ما روی بچه ها. البته دم دوستای گرم در شیراز که دیگه نیازی به پرداخت نبود، ولی رئیس آلفا سکیوریتی در لندن رسیدش دیدم، این ما برای اون خانواده 2 برابر پول فرستاده بود، چون اون خانواده نیازمند. داستانش قبلا به شما گفتم، یعنی میگم که ما رو بچه حساسیم چون میخوام بدیم که نیازش چیه. خانمم رفته بود، بعد خوشبختانه آقا هم خیلی تشکر کرده بود، گفت ببین اگر غذایی چیزی آبی من براتون بگیرم بیارم، چون شما گفته بود نه همه چی هست، ممنون، ما فقط منتظر دکتریم دیگه. آقا خبری بهتر از این؟ حالا خیلی خبرها راجع به ایرانه، حالا میخوام دونه دونه بگم. من اون چیزی که برای ما سنده داریم صحبت میکنم و دوستان خودتان میدونید، ما تو این برنامه هرچی از این برنامه میشنوید میتونید ببرید بانک نقدش کنید، خودتونم میدونید. و اما دوستان یکی دو خبر. اولا که گفتم هوای گرم تهران واقعا گرم، نصف بیشتر امریکا واقعا در آتش گرما میسوزه، وحشتناک. اتفاقا الان داشتم نگاه میکردم شبکه ام بی سی
تو تیتر خبراش فکر میکنی چی بود؟ که دل همه حیوان دوستا رو واقعا به درد آورد. حالا این خبر چی بود؟ در ایالت تنسی یه نفر میره تعطیلات، هوا گرم بوده، میره مثلا کمپ، بعد اونجا ماشینش رو پارک میکنه، حالا خودش میره قدم بزنه، بره تو آب، هرچی. در اون زمان یک خرس سیاه میاد طرف ماشین، میبینه که خب ماشینش که نبود دیگه، ولی سعی میکنه که با دندوناش یه جورای دستگیره رو بشکنه و در ماشین رو باز کنه، بعد میره تو، بوی غذا میومد. میدونی که دوستان، چون من در دانشگاه یکی از کلاسایی که داشتم کلاس انیمال بیهیویر، رفتار حیوانات، رفتار حیوانات، واقعا حس بویایی خرسا استاد ما توضیح میداد به اندازه 7 برابر انسانه. خب گویا این صاحب ماشین قبل از اینکه بیاد اونجا میره مکدونالد، یکی از این ساندویچ‌های آشغال رو میگیره میخوره با یک کوک، بعد اینها را میریزه تو ماشینش دیگه نمیندازه بیرون، و بوی همون غذا و کوک این خرس سیاه را حسابی به هیجان در میاره. اونم لابد گرسنه بوده، به ویژه وقتی کوک هم که شیرینه توش. خلاصه این طفلک میره در بسته میشه، حالا از اون غذا چیزی مونده بوده نمونده بوده، دیگه نمیتونه در باز کنه. گرمای 95 درجه فارنهایت که یه چیزی در حدود چه میدونم 35-40 درجه، او وقتی هم که در بسته بوده و شیشه هم بالا، این گرما تبدیل میشه به 140 درجه و بیشتر. حالا یه ساعت بوده چقدر بوده، این خرس اونجا میمیره. وقتی صاحب ماشین بیاد میره یه خرس افتاده و مرده و زنگ میزنن خلاصه اداره حیوانات رو میان و میگن بله این خرس داستانش این بوده. بنابراین حالا توصیه ایالت تنسی به تمام کسانی که کم بینن، آقا ماشینتون رو قفل کنید، پنجره هاشون رو 100% ببندید که همچنین اتفاقی نیفته. خلاصه این بزرگترین خبر NBC بود. ولی خبر دیگری که دموکرات ها رو خوشحال کرده بود مال سنا بود. دیروز بالاخره سنا با 65% آرا تصویب میکنن که بعد از این کسانی که میرن اسلحه میخرن، به ویژه اونهایی که بین 18 تا 21، قبل از اینکه اسلحه به اینا فروخته بشه باید تمام سابقه سوی سابقه اینها همه تحقیق بشه. اگر دیدن اینا از نظر فکری روانی سالمن و هیچ پرونده جنایی یا خشونتی نداشتن، اون موقع میتونن به این اسلحه بفروشن. دیگه نمیفتن اصلا 18 تا 21 ساله به چه مناسبتی اصلا این اسلحه رو میخواد بخره، چیکار میخواد بکنه با مسلسل. ولی خب این پیروزی هست در مقابل NRA، همون National Rifle Association، سازمان تفنگداران امریکا، اینه که 15 تا از جمهوری خواه هم با دموکرات ها رای میدن. حالا فردا میده مجلس نمایندگان امریکا که اونجا هم که تصویب شد که میگن میشه، چون اکثریت دموکرات هم که آقای بایدن منتظری که امضا کنه. خانم نانسی پلوسی بی صبرانه در مجلس نمایندگان منتظره. جالبه که نانسی پلوسی میبینی که نزدیک 80 ساله، به این نمیخندم، به شوهرش باید بخندیم. شوهر 82 ساله ایشون پال پلوسی که در سان فرانسیسکو هم زندگی میکنه، پال پلوسی مشروب میخوره، مست میکنه، رانندگی میکنه، ایشونو میگیرن. خلاصه دیروز ایشون محکوم شد که آقا شما در این رانندگی بیش از اندازه، الان نمیدونم مرد 80 ساله چه فکری میکرده که هم مست کرده هم رانندگی میکرده. خلاصه حالا خانم پلوسی دیر رو نمیخواد که اسلحه بگیره، ولی جلوی مشروب خوری شوهرشو نمیتونه بگیره. اما دوستان در مورد اوکراین خبرها زیاد جالب نیست. این همه هارت پورتایی که در غرب میکنن، آی روسیه در حال شکست، روسیه ارتشش اونجا در حال نمیدونم گرفتار
نمیدونن چی جوری برنامه ریزی بکنن، خیلی از جنرال ها کشته شده اله بله، در صورتی که تمام کارشناس های واقعی میگن نه، روسا اون مقدار زمینایی که میخواستن از اوکراین گرفتن و هیچ کاری هم اینا نمیتونن بکنن. حالا اینا تصمیم گرفتن یه جورایی با روسا کنار بیان، چون در حقیقت غرب در مقابل نفت و گاز روسیه فعلا هیچ برنامه‌ای نداره و اقتصاد اینقدر وحشتناک از دوست از کالیفرنیا، کالیفرنیای جنوبی حتی به من پیام فرستاده بود که فلانی بنزین الان اینجا شده بالای 6 دلار، سان فرانسیسکو نزدیک 7 دلار. حالا منطقه بوستون باز دمش گرم 5 دلار خورده ای، هنوز به اونجا نرسید. به هر حال روسا هم که میگن، نمیگن که ما نمیفروشیم، میگن آقا شما روبل بدید با همون قیمت قبلی، ما به شما هر چقدر نفت و گازی میفروشیم، ولی اگر بخواین که یه مقدار بد جنس بازی در بیارین دیگه مشکل شما. حالا آقای بایدن هم گفتش که از آوارهای جنگ اوکراین اون موقع قول داده بود که 100,000 اوکراینی را میتونه بپذیره، تا الان 70,000 اوکراینی تونستن ویزا بگیرن بیان امریکا. حالا اون 4 میلیونی که اینا صبح تاشه میگن بس چرا از این 4 میلیون بقیه چی میشه؟ دیدی که اون افتضاحی که در لندن به وجود آوردن اون دیگه افتضاحه. مردای انگلیسی میخوان فقط زنای مجرد اوکراینی را بپذیرن که بیاد پیشونا باشه. دیدی اون زن و شوهر یه دختر جوانی را آورده بودن، اون زن و شوهر انگلیسی دوتا هم بچه داشت، یه دختر جوان 22 ساله را آوردن که با اینا زندگی کنه. دیدی که با اون مرده ریخت رو هم، حالا زندگی اونا به هم خورد. این خانمه با این مرده رفتن خونه پدر این آقاه، چون این آقاه خونه هم به اون صورت نداشته، اجاره نشین بوده، اونجا رو رها کرده. یعنی منظورم که تو این جنگ خیلی اتفاقا میفته، همه اتفاقا هم بده. و آخرین خبرم خدمتتون بدم که دوستان، این برجام، این همه داستانایی که در موردش گفتن به هیچ جا نمیرسه. یا امریکا با خواسته های ایران از نظر تحریم یا باید کنار بیاد اگه میخواد این جریان اتمی ایران امضا بشه، اگر نه ایران کار خودش میکنه. یعنی روی این برنامه برجام ایران هیچ حسابی باز نکرد، شد شد، نشد نشد، ولی هیچ وقت هم از مذاکره دوری نشده. بارها من گفتم ایران نباید از مذاکره بترسه، ولی از روی ترس با کسی مذاکره نمی کنه. فکر کنم امریکایی هم فهمیدن، دیدی که دولت اسرائیل هم به هم ریخته، حالا باید انتخابات بشه، اون هم سر جریان ایرانه، نتونستن کاری بکنن. ایران تو منطقه قویه، هر کی هر چی میگه بی خود. دوستان یه خورده تحریما، وضع اقتصاد، گرانی، نه همه هست، ولی ایران در همچون شرایط سخت و دشواری که 40 ساله دارن هی هولش میدن، حرف اول تو منطقه میزنیم. فکر کنم باعث افتخار هر ایرانی باید باشه. شما اگر بیایید از ایران دیدن بکنید، خودتون متوجه میشید. دوستان اگر نیازی به اطلاعات بیشتری دارین، اونایی که مسائل شخصی دارن میخوان بیان تو ایران یا دوران بازنشستگی یا هر چی، هر اطلاعاتی باشه من خوشحال میشم با من تماس بگیرید، چون اینا دیگه جنبه عمومی نداره، چون ممکنه همه کیسا با هم فرق بکنه. برای خوشحال میشم که در خدمتتون باشم. حالا من فعلا از تهران بزرگ با این فعلا هستیم، داریم حال میکنیم. شما وقتی تو ایران هستی دوستان تنها نیستی، اینو بهت بگم. اگر تو کشورهای دیگه حالا صاحب هر مال و ملان و هر چی هستید، ولی واقعا تنهایی. اینو ایران دوستا به من گفتن، بارها هم با من در تماسن، میدونم. خارج دیگه، کشور کشور شما نیست، من میدونم، من اونجا بودم. بنابراین در ایران که هستید از همون بعد به ورود تنها نیستید. یعنی در هر صحبتی که کوچه و بازار یه نفر وارد صحبت های شما میشه، هیچ وقت اینجا تنها نیستید. به هر حال ممنونم از توجهتون. حالا در برنامه های آینده بیشتر راجع به اینا صحبت میکنم. دوستانی که میخوام با ما تماس بگیرن از همون طریق واتساپ بهترین راهه، و ما هم حالمون روز به روز داره بهتر میشه، انشالله بتونم با دوستا قرارها رو بذاریم و دیداری داشته باشیم و
و بسیاری مسائل دیگه در برنامه های آینده مفصل با شما صحبت خواهم کرد. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا نگهدار شما باد.